Everyone, how are you doing? Hope you're doing fine. Let's go for unit 55, prefixes. Prefixes. سلام، امیدوارم که عالی باشید. بریم با هم دیگه سراغ درس 58. یه درس فوق‌العاده است. میگم یکم از حالت اون به قولی لغت خارج شده و یه سری دستورا رو داره بهتون میگه، هرچند که خب حالا باز مثال هایی که میزنه از لغته و خب خیلی بهتون کمک میکنه. این درس ها رو ما به قولی دیگه توی سطوح پیش متوسط به زبان آموز ها آموزش میدیم. بریم که این درس 58 رو هم بخونیم و کتاب رو کم کم تموم بکنیم. پریفیکس یعنی پیشون، پری اصلا خودش هم این پری، با داشتن این پری به معنی پیشونده. حالا اون دوتا حرف یا کلمه ای رو که میایم به اسم یا صفتمون اضافه میکنیم یا حتی گاهن به ورب یا فعلمون که خب معناهای خاص خودشو داره، معناشو تغییر میده، منفیش میکنه و حالا چیزای متفاوت که میریم با هم دیگه بخونیمش. چی میگه؟ میگه prefixes come at the beginning of words. پیشوندا اول کلمه میان. They can help you to understand what a new word means. بهت کمک میکنه که حالا این کلمه جدیده که ساخته شده بتونی معنیشو بفهمی، متوجه بشی. یعنی راحت با دونستن معنای پریفیکس ها شما میتونید معنای اون کلمه رو حدس بزنید یا کامل بفهمید. Here are some common prefixes. این هم یه سری حالا از به قولی پروفیکس های متداول. این درس خیلی به حتی عزیزایی که میخوان آزمون بدن مثل حالا ارشد، دکترا، سرسری، خیلی برای قسمت ریدینگ ها که میخوان کلمات رو حدس بزنن از روی حالا ظاهر خیلی بهشون کمک میکنه و یکی از درس هایی که من دیدم حالا توی دوره ها آموزش داده میشه همین پروفیکس و حالا درس بعد سافیکس هستش. خب اولین پرفیکسی که میخوایم بخونیم EX یا X plus noun هستش. این به قولی پرفیکس رو به علاوه اسم میکنیم. noun به معنی اسم. یه روز کامل راجع به ما اسم ها صحبت کردیم توی درس های قبل. حالا چه معنی میده وقتی که این X رو به noun اضافه میکنیم؟ میشه was but now isn't. یعنی یه چیز قبلا بوده الان نیست. مثالش چیه؟ ex-wife، همسر سابق. قبلا همسرم بوده الان نیست. ex-wife، she's my ex-wife، همسر سابق منه. ex-wife. ex-boyfriend، دوست پسر سابق. ex-husband، شوهر سابق. یه ex قبل از اون بیارید میشه سابق، ex-wife، ex-husband. بعدیش half، half، L is silent، half، که قبل از noun یا adjective میاد. یعنی حتما نباید noun باشه، adjective هم میتونه باشه. و معنیش چی میشه؟ 50% of something، 50% of something، 50% یا نصف یه چیزی. مثال half price، half price، نصف قیمت. میرید یه جا حراجی نمیدونم تخفیف نوشته half price، یعنی اونجا اینو نصف قیمت دارن میدن. half price، half price، half hour، half hour، نیم ساعت. hour میشه یه ساعت، half hour میشه نیم ساعت، نیم ساعت. بعدیش IN و IM، IN، IM که قبل از adjective میاد و منفی میکنه اون صفتو. آیا میتونم به همه صفات اضافه کنم؟ دقت کنید همه اینا رو ما نمیتونیم به همه اسم ها یا همه صفات اضافه کنیم. این کارو نکنید. من نمیتونم IN، IM رو به همه صفات اضافه کنم و منفیش کنم. نه، هر صفتی حالا به قولی پیشوند خاص خودش رو میطلبه. این که دیگه کدوم صفات رو حالا ما باید این بهش بدیم یه حالت بیشتر به خاطر سپردن داره، قانون آنچنانی نداره. فقط باید بدونیم که مثلا این دوتا قبل از صفات قرار میگیرن و هر جا دیدیم مثلا یه
حالا صفت قبلش I am قرار گرفته یا I am قرار گرفته، یعنی این صفت به احتمال خیلی زیاد منفیه. خب ببینید formal، formal به معنی رسمی، خب به معنای رسمیه. حالا informal غیر رسمی، ما حتی توی کلمات یا جملاتی که بهتون یاد میدیم هم گاهی میگه مثلا این جمله informal غیر رسمیه، توی روزمره به کار میره، informal توی به قولی جلسات و جمع های رسمی تر استفاده میشه. پس formal، informal. possible، possible یعنی چی؟ یعنی امکان پذیر، ممکن. impossible، impossible میشه چی؟ غیر ممکن، محال. impossible، impossible. بعد از اون نان هست، پیشوند نان که قبل از اسم یا صفت میتونه قرار بگیره و دقیقا مثل بالایی منفی میکنه اون صفت یا اسم ما رو. non-smoking، non-smoking غیر سیگاری میشه گفت. non-native، non-native speaker، native نیستند، به قولی زبان مادریشون نیست، non-native speaker. پس نان هم میاد منفی میکنه. pre، preschool، preheat. pre یعنی چی؟ یعنی قبل، before، قبل از اسم میاد، قبل از صفت میاد، قبل از فعل میاد. وقتی میگیم pre-intermediate یعنی پیش متوسط، یعنی هنوز به سطح متوسط نرسیده. preschool قبل از مدرسه میشه مثلا چه میدونم پیش دبستانی، ما میگیم دیگه توی فارسی پیش دبستانی. preschool، preheat. preheat ببین مثلا وقتی شما میخواید کیک بپزید یا مثلا یه چیزی تو فر بپزید، دیدید میگن مثلا فر رو از قبل گرم کنید، این میشه preheat. preheat re قبل از فعل میاد و به معنای انجام دوباره است. again، again. redo، انجام دوباره. rewrite، دوباره نوشتن، بازنویسی. rewrite، redo. بعدی پیشوند un که قبل از صفت یا اسم میاد و دوباره اینم منفی میکنه. ببین چقدر ما پیشوند منفی ساز داریم. happy، خوشحال. unhappy، ناراحت، غیر خوشحال. safe، امن. unsafe، ناامن. حالا بریم مثالاشو بخونیم که خب خیلی قشنگه. دقت کن، نوشته an ex-wife. an ex-wife، an ex-wife is a woman who is now divorced. ex-wife یا همسر سابق، خانمیه که خب الان طلاق گرفته و دیگه به قولی همسر اون آقا و همسر اون فرد نیستش. an ex-wife is a woman who's now divorced. An ex-boyfriend is someone who's no longer your boyfriend. دوست پسر سابق میشه کسی که خب دیگه دوست پسر شما نیست. Who's no longer your boyfriend. Something that cost 10 euros yesterday and costs 5 euros today is half price. چیزی که دیروز 10 یورو بوده و امروز 5 یوروه، در واقع نصف قیمته، قیمتش نصف شده. Something that cost 10 euros yesterday and cost 5 euros today is half price. Half price. A half hour journey is a journey of 30 minutes. یه سفره half hour-ی میشه چی؟ نیم ساعته، میشه مسیر یا سفری که 30 دقیقه طول کشیده. مسیر، حالا سفر، journey. Informal clothes are clothes like jeans and trainers. لباسای غیر رسمی informal clothes. لباسای هستن مثل جین و حالا کتونی. jeans and trainers. لباس ها رو یادتونه، برگردید درس لباس ها حتما مرور کنید اگر فراموش کردید.
Formal clothes are things like a suit. لباس رسمی چیزی مثل کت و شلوار. Suit, کت و شلوار. Formal clothes are things like a suit. If something is impossible, you can't do it. اگه یه چیز غیر ممکن باشه نمیتونی انجامش بدی. It's impossible to read with your eyes closed. It's impossible. غیر ممکنه که بتونی با چشمای بسته بخونی. It's impossible to read with your eyes closed. بعدی میگه you must not smoke in a non-smoking restaurant. نباید سیگار بکشی. You must not smoke. غیر قانونیه در واقع. خارج از قانون اون محله. که چیکار کنی؟ بیای توی یه رستورانی که سیگار کشیدن مجاز نیست. بیای سیگار بکشی. نباید این کار رو بکنی. You must not smoke in a non-smoking restaurant. Preschool children are too young to go to school. Preschool children are too young to go to school. بچه های حالا مثلا پیش دبستانی که قبل از اینکه برن مدرسه خیلی کوچکن، خیلی بچه‌ان که بخوان برن مدرسه. So preschool children are too young to go to school. You nearly always need to preheat the oven before you cook something. شما تقریبا شما همیشه نیاز دارید که فر رو از قبل گرم کنید. Preheat the oven before you cook something. Before you cook something. قبل از اینکه چیزی رو بپزید. باید حتما فر رو گرم کنید. To redo something is to do it a second time. To redo something is to do it a second time. Redo کردن یعنی یه چیزی رو برای بار دوم انجام دادن. And to rewrite something is to write it a second time. Rewrite هم یعنی اینکه چی؟ من برای یه بار دوم یه چیزی رو بنویسم. Rewrite یعنی یه بار نوشتم حالا دوباره بعد بنویسم. Redo یه بار انجام دادم دوباره بعد انجام بدم. Unhappy means sad. The opposite of happy. Unhappy یعنی غمگین. و مخالف happy. Unsafe means dangerous. Unsafe هم یعنی خطرناک. The opposite of safe. مخالف safe. خب تابلو رو میبینیم روش نوشته unsafe, no swimming. نامنه اینجا لطفا شنا نکنید. یه نکته هم آخرش گفته sometimes words with prefixes have a hyphen. For example, a half hour program. And sometimes they don't. For example, an impossible question. Use a dictionary when you're not sure if there is a hyphen or not. ببینید این جدول بالا رو نگاه کنید. بعضی از اینا یه هایفن، یه خط فاصله کوچولو بینشونه، مثل ex-wife, half price, non-smoking، ولی بعضیشون هم نه. میگه واسه اینا سعی کنید حتما دیکشنری رو چک بکنید که خیالتون راحت بشه کدوما دارن کدوما ندارن. امیدواریم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید. مرور فراموشتون نشه. مرور کلید اصلی موفقیت توی زبان انگلیسیه. چه این درس چه درسای قبلی. تا درس بعدی فعلا خدا نگهدار.